من خیلی وقتا از خودم سوال میپرسیدم، شاید شما فکر کرده باشید که اگر دست خودمون بود دوست داشتیم زمان کدوم امام به دنیا میامدیم. به مرور زمان هی ذهنیتم عوض میشد. یه موقع میگفتم زمان امام حسین میبودن، یه موقع زمان امیرالمومنین، یه موقع میگفتن نه آقا امام حسن مجتبی خیلی مظلوم بوده، زمان ایشون میبودن. امروز میدونید چی میگم؟ باورتون نمیشه، میگم همین زمان. چون هر چی فکر میکنم میبینم سخت‌ترین کار همین امروز، بیشترین اجر همین امروزه. فرق ما با امت ائمه دیگر در این بود، اونا دیدن و عاشق شدن اگر خوب بودن، ما ندیده عاشق میشیم. خدا وکیلی، شما خودتو بذار جا خدا، این عدل هر دو تا اینا با هم برابر باشن؟ نه. فلذا منتظران مهدی ثواب شهادت 70 نفر در رکاب پیامبر در بدر و احد دارن. روایت منتظر امام زمان میره دنبال وظایفش میگرده، دعا عهدشو میخونه، زیاد دعا میکنه، نظر امام زمان یه سری کارا میکنه. بیاید 1% از درآمدتون رو خرج امام زمان کنید، نظر کنید، بگی 1%، آقا 1% از درآمدم خرج تو، براش خرج کنید، دعای ندبه بگیرید، این جلساتو برگزار بکنید، سایت بزنید. بابا 1 جلسه میگیری الان چقدر اومدن؟ 2000 نفر، 3000 نفر جمعیت بیان. یه سایت میزنید 100000 نفر میشکرد میکنن. برید سایت انگلیسی بزنید جهانی، پول بدید مترجم بیارید، امام حسین رو بشناسید، بگید بابا امام حسین این خونی مالی ها این داستان ها نیست، امام حسین اینه، امام حسین برای آزادگی جان داد، همون چیزی که امروز دنیا تشنه شه. انگلیسی بهت سایت بزنید، بیا 12 امام، امام 12 رو معرفی کنید، بیا سایت بزنید برای پسر انسان، پول خرج کنید. آیه ولایت علی ابن ابی طالب پیش زکات آمده. یعنی چی؟ یعنی تا زکاتتون رو ندید ولایت علی برقرار نمیشه. اونا چرا فدک گرفتن؟ میخواستن علی پول نداشته باشه خرج تربیت رو مردم کنه. این زشته تو یک شهر مذهبی آمار طلاق بره بالا. به ازدواج جوان ها کمک کنید. این کمک به امام زمانه، به خدا قسم. 10 تا خونه خالی داری؟ اجاره نه، بده به یه جوانی نوجوان نصف قیمت جوانه بیاد بشینه. تازه ازدواج. بگو یه سال اول ازت پول نمیگیرم، بذار خودش بجم. به خدا اینا کمک به ظهوره. با نیت امام زمان این کارو کن. رفتگری تو این شهر داری جارو میزنی، بگو دارم شیعه خانه امام زمان جارو میزنم. بگو خام خیابونا رو یه جوری جارو بزنم، شیعیان صبرت میشن، تمیزی لذت دارن. آقا من که با اینا کار ندارم، من به خاطر تو این کارو میکنم. معلمی بگو من امروز صبح دارم میرم به شیعیان امام زمان، به بچه شیعه ها میخوام برم درس بدم، حواسم جمع باشه. نظامی هستی بگو از امنیت جانی شیعیان امام زمان میخوام دفاع کنم. مهندسی بگو میخوام صلاح فنی بیارم، آرامش فنی بیارم. برای کی؟ برای شیعیان امام زمان. پس میتونی خوابت هم خرج امام زمان کنی. بگو میخوام بخوابم که انرژی داشته باشم صبح کار کنم برای امام زمان. والله بالله الله، خوابت ذکر حساب میشه.